خب با سلام، با یکی دیگه از آموزش های کتیا در خدمتون هستیم. این قسمت جلسه سوم ماست. تو این جلسه میخواهیم در مورد اسکیچ و مابقی ابزارها صحبت کنیم. همونطور که توی جلسات قبلی هم گفته شد، ما همیشه هر پنجره‌ای که باز بود رو میبندیم از اینجا و از منوی استارت مکانیکال دیزاین اسکیچر وارد محیط اسکیچ میشیم، اینو اوکی میکنیم. خب وارد شد. ببینید اینجا من تک کلیک میکنم روی صفحه ها وارد میشه، چون این اسکیچ اینجا فعاله، چون از اسکیچر وارد شدیم. من با ایکس وای وارد صفحه ایکس وای میشم. خب الان تو محیط اسکیچ هستیم، گرید بندی نشوندنده اسکیچه، یعنی تو محیط اسکیچ هستیم. خب پروفایل رو گفتیم، رکتانگل ساده رو گفتیم، از جعبه ابزار کانسنتریت رو گفتیم، از اپریشن هم میرور رو گفتیم بهتون. امروز میخوایم ادامه رکتانگل هایی که اینجا داریم، حالا شاخه های رکتانگل، مستطیل جهتدار، متوازی الاضلاع، سوراخ کشویی سیلندری، سوراخ کلیدی، شیستلی و مستطیل مرکزی و متوازی الاضلاع مرکزی رو بهتون بگیم که این ابزارها هستن. مثل مستطیل توی رسم این یکی ابزارها هم عمل میکنیم. وقتی انتخابش میکنیم، خب زیر شاخه ای که اینجا ببینید فعال شده. خب اینجا 3 تا نقطه رو توی شکل نشون داده، شما هم با انتخاب 3 تا نقطه این رو رسم میکنید و میتونید قید گذاری بکنید، یعنی اندازه گذاری کنید و دونه دونه این میتونید اندازه گذاری کنید و دونه دونه اینها رو بهشون اندازه بدید به این صورت و اندازه رو تغییر بدید. من جا به جا میشم توی صفحه و میریم روی شکل بعدی، متوازی الاضلاع. این هم باز با 3 تا کلیک ساخته میشه. فرقی که با قبلی داره، اون زاویه 90 درجه داره، این دیگه زاویه محدود نیست و شما هر زاویه دوست داشتید میتونید به این شکل بدید. مثلا این شکل الان ایجاد شد. شکل های بعدی رو هم به همین شکل شما میتونید رسم کنید، بسته به نوع اسکچی که در اختیار دارید. خب من اینجا سوراخ کشویی رو میکشم. خب این هم 2 تا نقطه واسه رسمش نیازه. خب انتخاب 2 نقطه شما هر طوری که دوست دارید میتونید بکشید. من این به این صورت دارم میکشم. خب کلیک سوم اندازی این رو به ما میده که حالا بسته به اون نقشه‌ای که داریم اینو اندازش رو معلوم کنیم. خب اینجا به صورت پیش‌فرض خودش یه اندازه گذاری کرده، شما میتونید اینو مثلا عوض کنید، عددی که دارید رو بهش بدید. موضوع بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم خطچین هست. خطچین توی اسکیچ به معنای خطوط راهنمایی و توی وقتی از محیط اسکیچ خارج میشیم مثل این، ببینید اون خطچینه دیگه نشون داده نمیشه، یعنی به عنوان خطوط حالا راهنما یا کمکی استفاده میشدش. دوباره من روی اسکیچ دابل کلیک کردم، وارد شدیم توی محیط اسکیچمون توی صفحه ایکس و وای. این خط رو مثلا من میخوام به عنوان خط راهنما یا خط کمکی داشته باشم، از جعبه ابزار اسکیچ تولز شما کانسنتریشن یا استاندارد المنت که اینو بزنید، خب ببینید این که فعال میشه. خب این خطمون الان کمکی شده، از اسکیچ خارج بشیم توی اسکیچ دیگه نیست. شما تو اسکیچ قبلی دیدین که وجود داشت. باز دوباره من وارد اسکیچ میشم با همین و این رو به حالت اول برش میگردونم. همین که غیر فعال میشه میبینید از حالت کمکی خارج میشه. ابزار بعدی همینه، فقط به صورت سیلندریه یا مثلا یک محیطی از دایره میشه. شما وقتی کلیک میکنید ببینید یک دایره ای رو میگه اول ایجاد کن. وقتی که اینو ایجاد میکنید نقطه اولش ساخته میشه، نقاط بعدی روی اون محیط اون دایره خواهد. نقطه بعدی هم انتخاب میکنید و به این شکل حالا اون فاصله بین اینها رو هم انتخاب کنید و این ساخته میشه. این هم میتونید باز شعاع این دایره هایی که در انتهای اینها هست رو، چون حالا به صورت فرموله اینا یه اندازه هستن، اینو میتونید تغییر بدید که جفتش با هم تغییر خواهد کرد.
ابزار بعدی ما این، حالا سوراخ کلیدی میگن بعضیا که خب اسمش هم میتونید بگید دیگه، کی هول. خب این هم مثل بقیه رسمش، خب یک خطی به عنوان خط کمکی هست که جهت این خط نشون دهنده اینه که تو کدوم جهت ایجاد میشه. کلیک بعدی رو که انجام بدید، خب این اومد اول قسمت پایین، شما قسمت پایین رو انتخاب میکنید و بعد شما قسمت بالا رو، که این شعاها قابل تغییر هم هستن، شما میتونید به راحتی اینا رو تغییر بدید. دبل کلیک میکنید، اندازه رو تغییر میدید، اینتر میکنید یا اوکی میکنید تغییر بدید. موضوع بعدی 6 ضلعی یا هگزاگونه، که این هم مثل بقیه دوتا کلیک، ببینید کلیک اول نقطه مرکزشه، نقطه بعدی این زلش. خب اینا میتونید قید گذاری هم بشه، شما با کلیک دوم این رسم میشه، حالا میتونید اندازه گذاری هم بکنید با این ابزار کانسنتریت، شما میتونید اندازه گذاری کنید. خب اینها همه به همین شکلی، خب مستطیل مرکزی رو داریم، مستطیل مرکزی فرقش با اون یکی، مستطیل شما اونجا دو تا نقطه رو انتخاب میکردید، اینجا مرکز مستطیل رو انتخاب میکنید و با دور کردن نشانگر ماوس یک مستطیل ساخته میشه، شما بعدا میتونید اندازه‌هاش رو تغییر هم بدید. موضوع بعدی این متوازی الاضلاع مرکزیه. نمیدونم من چرا اینجا این چه ایرادی داره که رسم نمیکنه، باید تحقیق کنم ببینم چرا رسم نمیکنه، شاید هم از کرک نرم افزار من باشه که اینو رسم نمیکنه. ابزار بعدی دایره است. دایره هم مثل این 6 ضلعیه، شما اول نقطه مرکز دایره رو انتخاب میکنید، بعد شعاعش هر چقدر دوست داشتید میتونید بکشید. ببینید خط آبی که اونجا ظاهر میشه، این یه قیدی داره میذاره با یه رسمی که قبلا رسم کردیم، ترسیمی که اونور هست، میخواید اینو نذاره، هیچ قیدی نذاره، شما باید دکمه شیفت رو نگه دارید. همین الان مثلا من دکمه شیفت رو نگه میدارم، با حرکت دادن موس میبینید دیگه به هیچ عنوان قیدی نمیذاره و میتونید رسم رو داشته باشید. برای اندازه گذاری دایره، وقتی که محیط دایره رو انتخاب میکنید، این الان قطر دایره رو داره بیرون میده، میخواید شعاع بهش بدید، اینجا اینو ریدیوسش میکنید و میتونید از شعاع استفاده کنید یا به صورت قطر. اکثرا توی نقشه های صنعتی قطر رو میدن که با قطر اکثر ترسیم ها انجام میشه. این هم اوکی میکنیم، میریم سراغ ترسیم بعدی. خب اینجا 3-point سیرکله که با 3 تا نقطه شما میتونید دایره رسم کنید، همینطوری که میبینید. خب اون نقطه اول و دوم انتخاب کردم، حالا نقطه سوم انتخاب میکنم، یه دایره میکشم. ترسیم های بعدی، شما میتونید دایره ای رسم کنید که این با استفاده از مختصاته، یعنی شما وقتی اینو انتخاب میکنید، ببینید این نقطه مرکز این سلکت بود، اینو نمیخوام سلکت بشه، یه بار دیگه انتخاب میکنیم. خب میگه که یا به صورت قطبی یا به صورت حالا کارتزیان، شما میتونید این رو رسم کنید، مثلا 0 و 0 و 0 رو با شعاع، مثلا این، خب 0 و 0 و 0 میره توی خب داشتم میگفتم که میتونیم یک نقطه ای رو اندازاشو بهش بدیم، یا به صورت کارتزیان با شعاع، یا به صورت پولار یا قطبی که اندازه شعاع و زاویه رو میدیم و این شعاع به صورت واسه اون نقطه است، یعنی این نقطه رو به صورت قطبی اندازه میدیم و حالا
اندازه شعاع دایره رو بهش میدیم که رسم کنه. برای رسم اولیش خب من باید برم روی محور مختصاتمون. اینجا این ترسیمی که از قبل داشتیم رو بذارید پاک کنم که سلکتش میکنم دیلیتش میکنم. خب با این خب شعاع نقطه 0 و 0 و 0 و 0 شعاع 10 میلیمتر اوکی میکنیم. ببینید رسم کرد. اینم پاک میکنم. حالا بریم حالت قطبی رو امتحان کنیم. خب مثلا یه نقطه ای رو ببین، الان این نقطه اینجا 0 و 0 و 0 شعاع رو میبرم بالاتر 23، یه زاویه مثلا 45 درجه هم بهش میدم.
این خطی که دارید میبینید این خط راهنماه که بی نهایته، یعنی تو بی نهایت ادامه داره، یا به صورت هوریزونتاله یا به صورت این نقطه مرکز این دوتا، این نقطه تقاطع این دوتا رو به دست بیاریم، با این گزینه میایم و این دوتا خط رو انتخاب کنیم، اون نقطه رو به ما میده. ببینید من زوم کنم، ببینید یه چیز نارنجی این وسط داره دیده میشه، حالا خیلی سخته دیدنش، ولی این نقطه رو ایجاد کرد. موضوع بعدی پروجکشن پوینت میاد اگر شما یک خط به این صورت داشته باشید و یک نقطه معمولی بالای این، وقتی که از این گزینه استفاده می کنید خط رو
شما اول نقطه رو انتخاب میکنید، بعد خط، و بعد میاد تصویر این خط رو میندازه، تصویر نقطه رو میندازه روی این خط بهتون میده، که بعد تو بعضی رسم ها اگه مثلا نیاز بود میتونید ازش استفاده کنید. خب کل ابزارهای پروفایل تو این بخش گفته شد. توی بخش بعدی، این قسمت چهارم، سعی میکنیم ابزارهای کانسنتریت و آپریشن رو هم بهتون بگیم، و بعد از اون یک سری ابزار هم اینجا داریم که توی ویو هست. اینها رو هم اکثرش رو بهتون گفتیم، ولی که خب زوم این و زوم اوت رو گفتم بهتون، بقیه رو هم میگم و بعد از این میریم سراغ پارت دیزاین و شروع میکنیم به طراحی اجرام سه‌بعدی. ممنونم ازتون که حوصله میکنید.